همزمان با نشر خبرهایی از جابجایی پشتونهای تندرو سنی در استانهای شمالی افغانستان از سوی طالبان، برخی منابع از شهرک‌سازی‌های مشکوک این گروه در استان غزنی ابراز نگرانی می‌کنند. ساکنان مناطق هزارنشین در استان غزنی می‌گویند طالبان صدها هکتار زمین ملکیت آنها را غصب کرده و روی آنها برای اعضای طالبان پاکستانی شهرک‌سازی می‌کند. برای بررسی بیشتر جزئیات این خبر همراه میشیم با دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا که به ما پیوسته. سلام، وقتتون بخیر. آقای افضلی، طالبان با جابجایی قوم پشتون در مناطق شمالی و فارسی زبان افغانستان چه اهدافی رو دنبال میکنند؟ سلام به شما. طالبان با برنامه‌ریزی‌هایی که از گذشته وجود داشته مسیر حکومت‌های قبلی رو پیش می‌برم. اولین بار امان الله خان در سال 1301 یک قانونی را ایجاد کرد که اون قانون به نام ناقلین یا نظامنامه ناقلین شناخته میشه. بر اساس اون نظامنامه مردم پشتون و شهرهای جنوبی و مشرقی به مناطق شمال افغانستان انتقال دادند و اونها هدفشون به هم زدن ترکیب جمعیتی بود که در افغانستان وجود داشت و اون سیاست هنوز هم ادامه داره و طالبان اونو تعقیب میکنه و طبیعی است که به هم زدن ترکیب جمعیتی جامعه افغانستان که به شدت جامعه متکثر قومی، زبانی و حتی مذهبی هست، نه تنها سبب بهتر شدن شرایط نمیشه که برعکس دامن میزنه به شرایط نامناسبی که وجود داره فعلا در افغانستان. جناب افضلی، اخیراً نگرانی ها از غصب ملکیت های شیعیان و هزاره ها برای شهرک سازی در غزنی افزایش یافته. پیامدهای این اقدام در کوتاه مدت و بلند مدت چه خواهد بود؟ طبیعی است که شهرک‌سازی ها در هر مناطقی از افغانستان که انجام شوند در واقع به قصد برهم زدن ترکیب جمعیت قومی یا مذهبی اون منطقه است که طالبان انجام میدن و به خصوص در مناطق شیعه‌نشین و مناطقی که مردم هزاره زندگی میکنند و این در ادامه سیاست های حکومت های قبلی در چارچوب اخراج مردم از منطقه و کوچهای اجباری که رخ میده اینا رو میشه با هم جمع کرد و طبیعی است که شهرک‌سازی اعطای زمین های کشاورزی و مردم غیر بومی میتونه سبب تضییع حقوق مردم بومی اون مناطق بشه و در ضمن سبب ایجاد ناامنی ها و نارضایتی ها در آینده شود. سپاسگزارم از شما دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا.